ما در فعالیت اجتماعی حتی الامکان باید از فضای مجازی استفاده کنیم. فضای حقیقی باید بشه اولویت دوم. با اولویت اول ما باید فضای مجازی باشه. حالا این فضای مجازی برای کار اداری هست، باید در اختیار مردم قرار بدیم که مردم مراجعه نکنن، بتونن از خونه خودشون اون خدمت رو دریافت بکنن. اگر خرید هست، اگر خرید و فروش هست، اگر اقدامات مهمتر اقتصادی است، حتی امکان اینا رو ببریم در فضای مجازی این کار رو بکنیم. خود سلامت ما امروز بیشترین فعالیتش داره در فضای مجازی انجام میده و این فضای مجازی میتونه به بخش سلامت ما به خوبی کمک کنه. با این فضای مجازی میتونیم با متخصص ما تماس بگیریم، با پزشک ما تماس بگیریم، میتونیم نسخه بگیریم، میتونیم نسخه الکترونیکی بگیریم، میتونیم از داروخونه دارو رو دریافت کنیم. حتی الامکان ما باید بریم تو فضای مجازی. حتی در آموزش، خب آموزش به هر حال دبستان، دبیرستان، دانشگاه است. ما کم کم حالا امسال کم کم میرسیم به آخر سال، امتحانات، بعدش میرسیم چند ماه بعد به آغاز سال. بخشی از آموزش ها باید بره در فضای مجازی و بخشش هم که ضروری هست با مراعات پروتکل ها باید بره در فضای حقیقی این کار انجام بگیره.